دوباره خوش اومدین عزیزان بیننده به ادامه برنامه خودتان. تشکر میکنیم از همراهیتان، امیدوار هستم معرفتتان با اون نفری که نامش زیاد سخت است بیشتر شده باشه. قسمی که گفتیم خوشبختانه باز هم مهماندار هستیم، مهمان عزیز ما پسر ارشد استاد پنجی مراد، استاد سخی مراد با ما در برنامه هستن. سلام و صبحتان بخیر استاد. سلام و صبح بخیر خدمت شما و به تمام بیننده های تلویزیون پیکان. امیدوارم که بیننده های عزیز یک صبح خوب خوش را آغاز کرده باشند و یک روز خوش پیش رو داشته باشند. زنده باشی، خوش و خوشبخت باشی استاد. امی استاد که نام خدا لبش خندان بود دیگه، شاگرداش هم نام خدا متو می باشد، درسته؟ دقیقاً. در وقت تمرین هم بازم تبخش می باشی استاد؟ بله، ورزشکارا باز کلان دیگه همیشه شاد می باشند. ببین یگان استاد عادت داره که لطم کنه شاگردای خدا وقتی که تری مرا خدا یارش استاد سفیر کویسانی خوش آرام باشه. امیانده که حرکت انجام یا دیگه نمیکدیم که تو چپا کده میزد که خب تنبیه است به خاطر دوست داشتن میزنه تو نمیزنه خب مثلا تو تنبیه میکنن دقیقا حرکت ها رو خب به شکل هم استانداردش پیش برن. خودت هم خوب میزنی اگر وقت شاگر داره تنبیه تو تنبیه زبانی میکنیم تو نمیزنیم. موفق باشی استاد همیشه وقت خب باعث افتخار ما هستین شما ورزشکارای عزیز. بیاین از مسابقاتی که در راه هست بر ما بگوین و بر بینده های عزیز بگوین که آگاهی حاصل کنیم. مسابقاتی که پیش روز در رشته مویتای و کیوان در شهر تاشکند کشور ازبکستان برگزار میشه. دهی تقریبا از 28 الی 30 کشور آسیایی اشتراک میکنند که خوشبختان از افغانستان هم دو قهرمان ما در او اشتراک میکنه. یکی سجاد جان است که از ما قبل اینجا مصاحبه داشتن و عجیب الله زکاس اونا از ولایت سمنگان هستن. همین دو نفر به نمایندگی از افغانستان به کشور ازبکستان سفر میکنن. دیگه تاریخ مسابقات هم به تاریخ میلادی 15 16 17 18 برگزار میشه که سه روز از این به شکل آماتور مسابقات برگزار میشه و به شکل پروفشنال یا حرفه‌ای به تاریخ 18 همین ماه می میلادی برگزار میشه و به ماه هجری شمسی اگر ماه را مطابقت بتیم 28 جوزا میشه که همو شب حرفه‌ای است که دو قهرمان ما دمیشه فایت میکنن. انشالله روزی موفقیت به دو قهرمان جوان ما میکنی. نام خدا سجاد جان که نو پیشتر خوب امراش شش تیمو دیدیم سنن جوان هستن. نظرتان چی است استاد؟ یعنی ما میتونیم که با این ورزشکارهایی که جوان هستن و اوقدر سابقه هم ندارن میتونیم باز هم افتخار کسب کنیم؟ بله دقیقا، با وجودی که اینا از لحاظ سنی جوان هستن اما تجربه فایت دارن. اینا به عنوان مثال خود سجاد جان 4-5 سال میشه که مسابقات خود را به پیش میبره و در طول 4 سال بسیار عالی درخشیده و دستاوردهای خوبی را داره. یعنی ما به نمایندگی افغانستان ورزشکارهایی را میبریم که تجربه خوبی داشته باشه، بتونه که اونا به سهولت یا اونا با کوشش های خود بیرق افغانستان بلند بکنم. انشالله آرزوی موفقیت میکنیم به ورزشکار عزیز قهرمان ما. باز هم شما هستین که تا به حال بیرق بلندی ها کشانیدین و همیشه وقت افتخار کسب کردین برای ما و تک تک ورزشکارهایی که خدمت میکنن به خاطر جامعه ها که میخوای افتخار کسب کنن برای ما قابل قدر هستن و از شما عزیزان و بیننده هم طلب دعا میکنم به اینا، دعای خیرتان رو فراموش نکنین تا این شیر بچه های افغانستان و این سجاد جان و گلوم و دوستایش که میرن در مسابقه بخیر دست پر برگردن و اما تا سر بلند دوباره برگردن. استاد چطور میگذره روزای ورزشیتان در روزای ماه مبارک رمضان؟ سر ورزشکارای ما که مثلا میرن به مسابقه روزه هم میگیرن فکر کنم دیگه، بازی کدوم سکتگی به بار نمیره؟ مطابق ماه مبارک رمضان ما تقسیم اوقات خود را جور کردیم چون اینا باید تمرین هم بکنن پیش از افطار و 40 دقیقه پیش از افطار اینا به تمرینات خود ادامه میتن. بعد از اینکه اینا افطار کردن 20 الی 30 دقیقه صبر میکنن، بعد از اون دوباره ما به تمرینات خود ادامه میتیم به مدت یک ساعت دیگه. روزه هم باشه اونمو تقسیم اوقات خود را ساختیم برای ما خلل ایجاد نمیکنه. استاد خودتون هم در خارج از افغانستان مسابقات داشتین تا به حال؟ ما سال 2017 و 2018 مسابقات داشتیم. سال 2017 مقام سوم در سطح آسیا گرفته بودیم، در سال 2018 مقام اول گرفته بودیم، باز سال 2018 2019 شاگردار را برده بودیم خود ما مسابقه ندادیم، با سال 2020 هم مسئله قرنطینه و کووید 19 مسئله کرونا پیش آمد دیگه سفر ما لغو شد. باز این مسابقات که چند روز
بعدم برگزار میشه. تو تصمیم ندارم که مسابقه بتم، باز بخیر دایندا تصمیم خود گرفتم. رفتن خو میریم روی بله میرم با شکل مربی و به صفت مربی از افغانستان میرم، هم به صفت داور اونجا داوری میکنم. بخیر بری استاد، آرزوی موفقیت میکنیم. چی مشکلات در سر راه ورزشکاران عزیز ما در تمرینایشان در سر راهشان قرار داره؟ اگر از آدرس تمرین بگویم مشکلات ندارن، چون تا حد توان به نظر خودتان به شکل معیاری و اینا تمرین های خود انجام میتن در افغانستان؟ دقیقا بله، دیگه یک کمپ تمرینی را ما نو ایجاد کردیم به شکل استاندارد است، تا حد توان ما چیزی که از دست ما بیایه ما کتشان همکاری میکنیم، تمرین هاشان به شکل پروفیشنال حرفه‌ای به پیش میره. اما یک سلسله مشکلات ها ورزشکارا در افغانستان دارن، او را تمام میفهمند که چی مشکلات ها صدرای از اینا قرار گرفته. دیگه بازم امید برای عزیز که انشاءالله همه حالت ورزشکارا که فعلا به شکل جریان داره از لحاظ مالی مثال مشکلات ها داره، یا ما از افغانستان به کشورهای خارج میریم مشکلات ها هست، خب بازم کوشش میکنیم که حل شوه دیگه تا حل توان خود ما. این مصارف مسابقات از مصارف شخصی خود ماست. خب تا جایی که ما آگاهی داریم تا به حال هر ورزشکار عزیز ما که ورزش کردن و رفتن به مسابقات از مصارف شخصی، دولت چی خدمات را بر شما ارائه میکنه؟ دولت فقط این کارهای اداریش همراه ما همکاری میکنه، از لحاظ مالی تا فعلا همکاری نکردن. خب امیدوار هستیم که بکنن، با وجودی که افغانستان از آدرس جنگ، یعنی دیگه کشورها میگن که این در افغانستان جنگ است، اما ورزشکارا از آدرس صلح نام افغانستان را به جهانیان معرفی میکنند، بیرق افغانستان از آدرس صلح بالا میکنند، یعنی اینا ممثلین صلح در از آدرس افغانستان در جهان هستند. تشکر از شما که تشریف آوردین جناب استاد سخی مراد. تشکر. آرزوی موفقیت به شما و به شاگردان عزیزتان دارم و به همه ورزشکار عزیز دارم. خیلی خوش آمدین. در اخیر اگر حرف گفتنی دارین کامرا در خدمت. تشکر. شما هم سلامت باشین، بخیر باشین. خیلی خوش شدم که ما را به برنامه زیبایتان دعوت کردین. یعنی همیشه ورزشکارا را شما تشویق کردین، به برنامه دعوت میکنین. انشاءالله برای شما هم آرزوی پیروزی و موفقیت میکنین. سپاس استاد. شما موفق و کامگار باشین.